رو به جلو توپ به اولروم نمیرسه، اما برای تیم میهمان در حالی که یه برخورد هم اتفاق افتاد در جایی که توپ نبود، یه کارت زرد برای بازیکن تیم ابومسلم در نظر گرفته میشه. رضا ناصحی تا اینکه کار رو آرومتر دنبال بکنه، آقای مومبینی با او این کارت زرد رو نشون داد در حالی که توپ عبور کرده بود. یه لحظه خطا رو به روی سپهر حیدری مرتکب شد ناصحی و آقای مومبینی هم رو با کارت زرد، یکی از سریع‌ترین کارت‌های زرد این فصل لیگ برتر رو در واقع نشون داد آقای مومبینی. هنوز فرصت نشد عرض کنم که برای ابومسلم شهاب گردان درون دروازه است، اسکری، پتروویچ، اولروم، ناصحی، حسینی، چاهجویی، آتسو، خانی، هاشمی نسب و منصوری بازی میکنن. از سمت چپ ارسال به روی دروازه نبی الله باقری ها و دفع توپ به این سمت جایی که نیک بخت حضور داره. این چهره فرزاد آشوبی است در هوای سرد ورزشگاه آزادی، به هر حال سعی کرده که از وسایل گرم کننده بیشتری استفاده بکنه و توپ به نفع تیم پرسپولیس به بیرون میره. کاپیتان تیم فوتبال پیروزی در این مسابقه کریم باقری هست، تیمی که در صدر جدول رده‌بندی حضور داره. تا آخرین خبری که داشتیم پیکان 1-0 از سپاهان پیش بود. حالا نتیجه نهایی اون مسابقه هم دوستان یا زیرنویس میکنن یا یه جوری به اطلاع بینندگان عزیزمون برسونیم که نزدیکترین تعقیب کننده تیم پیروزی چه وضعیتی رو کسب کرد در پایان بازی خودش در یزد مقابل تیم پیکان. پژمان نوری پرتاب رو انجام میده، توپ در اختیار پتروویچ، باقری ها توپ رو بر میگردونه. محمد نصرتی غایب بزرگ تیم پرسپولیس هست، در غیاب او سپهر حیدری به ترکیب برگشته. ظاهرا نبی الله باقری هاست که جای خودش رو در ترکیب ثابت کرده و حالا با نبود نصرتی سپهر حیدری فرصت حضور در ترکیب رو پیدا کرده. اعلام خطا به نفع ابومسلم. حسین بادامکی در برابر تیم سابق خودش قرار میگیره. همین وضعیت رو علیرضا نیکبخت در برابر تیم اسبق خودش داره. خطا رو بادامکی مرتکب شده. ضربه اول برای تیم ابومسلم هست. این دومین، در واقع این اولین خطای پرسپولیسی هاست در برابر دو خطای ابومسلم. در چهارمین دقیقه مسابقه توپ رو منصوری میفرسته به روی دروازه. یه ضربه سر، موقعیت در اون زمان، در اون شلوغی نیک وقت توپ رو سراسیمه به بیرون میفرسته. مهدی هاشمی نسب هرچند که یک مدافع هست اما در این گونه ضربات و این گونه حرکات معمولا برای تیمش جلو میاد. بازوبند کاپیتانی رو در برابر پرسپولیس بر بازو بسته. ببینیم آیا گل بزنه. باز هم شادی خارج از حد تصور خواهد داشت یا نه. ضربه کورنر، اولین کورنر این بازی رو پتروویچ برای ابومسلم میزنه و حالا باید تکرار بکنه با ضربه نیکبخت. دومین کورنر این بازی رو هم ایوان پتروویچ برای تیم ابومسلم خواهد زد. باز هم در برگشت نیکبخت، اثری ناقص روی توپ. سید محمد حسینی هم کاری از پیش نمیبره. ابومسلم جالبه که بازی رو با فشار بیشتر و هجوم آغاز کرده به روی دروازه تیم میزبان. میزبانی که به نسبت نیم فصل اول یه مقدار از تماشاگراش رو از دست داده. البته سردی مفرط هوا مزید بر علت هست. اینجا خطای پتروویچ اعلام شد به روی پژمان نوری و ادامه بازی. درسته که پرسپولیسیا در این چند هفته اخیر اصلا اون صلابت نیم فصل اول رو نداشتند، اما یادمون نره که اونها در طول این فصل در ورزشگاه آزادی بازی رو واگذار نکردند. این رکورد رو حتی تعمیم دادند از 20 بازی قبل. آخرین بار فصل گذشته به پیکان باختن، بعد 20 بازی در این ورزشگاه نباختن به تیم‌های مقابلشون. اولروم، محمد منصوری، یرسال بروی دروازه، فرصت هست برای پتروویچ، خطرناک ضربه رو میزنه روی خط و توی دروازه.
ایوان پتروویچ هافبک گلزن و کروات ابومسلم یه بار دیگه گلزنی میکنه. هنوز بازی از دقیقه ششم نگذشته که دروازه تیم پرسپولیس باز میشه و خوشحالی معدود هواداران ابومسلم در ورزشگاه آزادی تهران. ایوان پتروویچ مرد بیچون و چرای هفته های اخیر ابومسلم در میانی میدان در ششمین دقیقه برتری رو به اردوی این تیم میاره. منصوری توپ رو فرستاد. شیس چه ضعیف نشون داد روی این توپ مقابل پای پتروویچ و بعد هم کریم باقری که با پای چپ میخواست توپ رو از روی خط دروازه برگردونه. سریال اشتباهات مدافعین پرسپولیس و نهایتاً توپ درون دروازه تیم صدرنشین. مطمئناً بازی جذاب و تماشایی دنبال خواهد شد. از نمایی بهتر یک بار دیگه این موقعیت رو دیدید و ایوان پتروویچ گلی دیگر رو برای تیمش به ثمر میرسونه. یک ارسال به روی دروازه با ضربه سر وحید عسکری، توپ در اختیار شهاب گردان قرار میگیره. این چهره وحید عسکری است که اومد و توپ رو جمع کرد. جالبه در هفته اول دور برگشت ابومسلم تیم سوم جدول رده بندی یعنی سبا باتری رو شکست داد، در هفته دوم تیم دوم یعنی سپاهان و حالا در هفته سوم تیم صدرنشین رو تا به اینجا در ورزشگاه آزادی مغلوب کرده. کار بزرگی که معلوم نیست تا انتها تداوم داشته باشه. هنوز زمان زیادی از بازی باقی مونده. فرشید کریمی توپ رو در اختیار میگیره. افشین قطبی که برخلاف نیم فصل اول نیم فصل دوم تیمشون صلابت لازم رو نداشته. بعد از دقایق پرسپولیسی حالا جلو میکشند. مهدی هاشمی نسب از این لحظه به بعد نقش تدافعی او بیشتر و پررنگتر خواهد بود. یک کورنر برای تیم پرسپولیس شکل میگیره. کوتاه نیکبخت عباس آقایی برخورد توپ به مدافعین و به هر ترتیب سید محمد حسینی توپو برمیگردونه. پژمان نوری عسکری نیکبخت موفق خود نیکبخت پشت محوطه جریمه. فرصت برای آقایی و اعلام خطا. خطا برای پرسپولیس چسبیده به محوطه جریمه. لبخند تلخ پتروویچ. آیمون بینی مصمم هست خطا رو اعلام کرده. از مهدی هاشمی نسب که به نظر هم درست میرسید اعلام خطا. عباس آقایی، محسن خلیلی، نیکبخت سایر حضور دارن. دهمین دقیقه این دیدار هست. پرسپولیس میتونه گلی رو که خیلی زود دریافت کرده رو شاید به نوعی زود جبران بکنه. سپاهان و پیکان یک یک مساوی به کار خودشون پایان دادند. امتیازات تقسیم شده. سومین خطای بازیکنان ابومسلم تبدیل به یه موقعیت خطرناک برای پرسپولیسی ها شده. عباس آقاییست و خودش مستقیم برخورد به مدافع. یک ضربه به کجا زد؟ ضربه حسین بادامکی. سابقه زدن گل با پیراهن تیم پرسپولیس به تیم سابقش ابومسلم رو داره ملی پوش تیم پرسپولیس، اما این بار ضربه رو به کجا زد در حالی که آفسایدی هم اعلام نشده بود و اگر توپ درون چارچوب قرار می گرفت درست بود. جدی ترین حمله قرمز پوشان پایتخت بعد از گذشت 10 دقیقه از زمان مسابقه. دوباره دیگر مرکز زمین، یه پاس رو به جلو، تک به تک با دروازه‌بان و شهاب گردان محسن خلیلی رو ناکام میگذاره. محسن خلیلی خیلی وقته که منتظر نام 10 رو در مقابل تعداد گل‌های خودش ببینه. با دست چپ عالی واکنش نشون داد گردان.
کارنر هم خیلی سریع برمیگردونن. حالا کم کم فشار پرسپولیسیا داره بیشتر میشه. پتروویچ منصوری، توپش تقدیم شیس میشه. در اون سمت فرانک اتسو بود که توپ رو گرفت. اولروم، یه بار دیگر فان اولروم، یه آوانتاج از داور این دیدار. پتروویچ، محمد منصوری، حرکت ناسهی در این سمت توپ میخوان. به هر ترتیب نمیتونه عبور بکنه از یار مقابل خودش محمد منصوری و توپی که در اختیار بازیکنان پرسپولیس قرار گرفته. نیمکت ذخیره های تیم میزبان رو میبینید: رودباریان، زارعی، خیرخواه، عبدی، جورج آراندا، ماته و خورسندی. به هر حال احتمال اینکه ماته دراگچوویچ در نیمه دوم به عنوان یک مهاجم به بازی بیاد زیاد هست. جورج آراندا بازیکن پاراگوئه هم کارت بازیش صادر شده، میتونه برای اولین بار در ترکیب تیم پرسپولیس به بازی گرفته بشه. وضعیت منصوری رو ببینیم که چه خواهد شد، آیا میتونه به بازی برگرده و ادامه بده یا نه. حدود 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی از نزدیک دارن بازی رو تماشا میکنند. خب آقای خوردبین داره خیره بازی رو نگاه میکنه. به هر حال بعد از اون عارضه قلبی و مشکلی که داشت عمل جراحی، فقط در بازی های خانگی پرسپولیس در تهران میاد و روی نیمکت میشینه. پیشکسوت بزرگ این تیم. یه بار دیگه ابومسلم بعد از 2-3 دقیقه که فشار رو تحمل کرد باز هم جلو کشیده. پرتاب رو وحید عسکری انجام میده برای پتروویچ. یه ارسال به روی دروازه از سعید خانی. یه بار دیگه شیس رضایی که بی تقصیر نبود روی گلی که تیم ابومسلم به ثمر رسوند. یه پاس رو به عقب، ارسال به روی دروازه، جای خالی علی حقدوست بازیکن اخراجی ابومسلم در دیدار قبل رو هم در میانه میدان، ضمن اینکه آفساید اولروم هم اعلام شده. در این مسابقه سعید چاهجویی گرفته، آقای مظلومی این تشخیص رو داده، در حالی که شاید گزینه هایی مثل باقر احمدی یا حسین کریمی هم میتونست باشه در این بین. به هر حال تشخیص آقای مظلومی این بوده که سعید چاهجویی رو در کنار سعید خانی به کار بگیره. نبی الله باقری ها بازیکن مازندرانی تیم پرسپولیس. عسکری خیلی راحت حرکت میکنه، ضربه رو هم میزنه ناصحی که توپش در چارچوب دروازه نیست. یک بار دیگه چه اشتباهی رو انجام میدند. اولروم، خود عرفان اولروم ناموفق، برخلاف ابومسلم که این هفته اخیر موفق بوده، عرفان اولروم موفقیت چندانی نداشته و اونا یه مهاجم مثل تکسیرا رودریگو رو هم اضافه کردن به جمعشون. اگر بخواد این گونه کار بکنه شاید جای ثابت اولروم رو در خط حمله رودریگو بگیره که در دو بازی قبلی یه گل زده، یه پاس گل داده. ایوان پتروویچ برای اولروم، شیس ارتباط رو قطع میکنه. عباس آقایی اعلام خطا.
خود عباس آقایی میخواد بازی رو آغاز بکنه. یه بار دیگه بادامکی میبره به سمت راست، ارسال به روی دروازه دستای گردان و به هر ترتیبی هست توپو برمیگردونه. موفق اسگری، حسینی، پتروویچ. حالا نوبت پرسپولیس که کمی جلو بکشه. پژمان نوری پرتاب رو انجام میده. خب یه بازیکن از ابومسلم در زمین حریف نقشه بر زمین شده. اولروم احساس ناراحتی میکنه. شیس بالا سر او ایستاده. عرفان اولروم سال گذشته 4 گل به پرسپولیس زد و هتریک او به پرسپولیسی ها رو کسی فراموش نمیکنه. باید ببینیم امسال همین اتفاق میتونه به نوعی دیگه حالا بیفته یا نه. هر چند که بازی رف رو در هفته سوم ابومسلم در مشهد 3-0 واگذار کرد با 2 گلی که محسن خلیلی زد و 1 گلی که نیکبخت از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. 3-0 پرسپولیس اون بازی رو برد. اما ابومسلمی که آقای مظلومی حالا در اختیار داره، با ابومسلمی که در نیم فصل اول اون موقع با خداداد عزیزی در مسابقات شرکت میکرد، یه مقدار متفاوت شده، وضعیت بهتری پیدا کرده. باقری، نیکبخت، پژمان نوری، خود نوری صاحب توپ در اون محوطه جریمه، پژمان، نیکبخت. یه بار دیگه همین راه تهی میشه، اما یه پاس ضعیف از علیرضا نیکبخت و پرویز مظلومی که معترض هست. کارنامه خوبی رو داشته بازیکن اسبق استقلال در تیم ابومسلم پرویز مظلومی. 9 بازی و 17 امتیاز. این دهمین دیداری است که او روی نیمکت ابومسلم در لیگ برتر میشینه. حتی این تیم رو تا جایگاه 5 جدول بالا کشیده. آیمون بینی خیلی سریع میاد تا یه تذکر به شهاب گردان بده که وقتو نخواد تلف بکنه. شهاب گردان بازم البته یه مقدار معطل کرد حتی بعد از اون تذکر. نوری، نیکبخت، هاشمی نسب، آلاروم روی توپ اثر میگذاره. ناصحی یه نگاه به منبینی، بازی دنبال میشه، اتفاق خاصی رخ نداده. کریم باقری، نیکبخت فرار کرده، حالا او رو میخواد صاحب توپ بکنه. نیکبخت میرسه به توپ، به روی دروازه، کورنر. کورنر برای پرسپولیس اعلام میشه. وحید عسکری روز سختی رو در سمت راست خط دفاعی خودش داره، جایی که نیکبخت و آقایی با یک و دوهای خودشون نفوذ میکنند. حالا نیکبخت به روی دروازه، ضربه سر اول از مدافعین. پتروویچ، بعد در این سمت شهاب گردان توپ رو میگیره، یک عکس العمل ویژه از خودش بروز داد، واکنشی تماشایی. اون اولین و آخرین حمله جدی پرسپولیسیا در این 20 دقیقه گذشته از زمان بازی بود. نیکبخت، پرتاب برای پرسپولیس. خب محمد منصوری باید زمین مسابقه رو ترک بکنه و به جای او حسین کریمی به بازی بیاد. احتمالاً
مشکل مصونیتی داره که خیلی سریع بعد از گذشت 21 دقیقه از زمان بازی منصوری رو میخواد تعویض بکنه، در حالی که اولروم هم خیلی رو به راه نیست اوضاعش و هر از گاهی میسته و به نوعی نشون میده که درد داره. به هر حال منصوری جای خودش رو به حسین کریمی میده که از ابتدا در گمان زنی ها فکر میشد که میتونه در ترکیب باشه با توجه به غیبت حق دوست. یک ارسال، فرصت هست، آفساید هم نبود، اولین حرکت حسین کریمی بود. در این سمت یک ضربه، برگشت توپ، عباس آقایی، یک و دو با محسن خلیلی، هاشمی نسب، توپ را از او عبور میدند، حالا ارسال توپ به روی دروازه و باز هم توپ در چارچوب نیست. چند هفته ای هست که مهاجمین استقلال در امر گلزنی موفق نیستند و بعضن هافبک ها جورشون رو میکشند. این بار هم نیکبخت توپ رو خوب فرستاد و باز هم توپ روی پای خلیلی جفت و جور نشد، در حالی که تحت فشار آتسو هم بود. محسن خلیلی، کورنر هم بی نتیجه است. بلافاصله شهاب گردان و ادامه کار. شیس رضایی هم سری بر می گرده. جهری ایوان پتروویچ رو می بینید. یه بازیکن مثل فرانک آتسو دارن در خط دفاعی، ایوان پتروویچ رو در خط میانی و اولروم رو در خط حمله. مطمئنن اگه آقای مظلومی امکان این رو داشت که نفر چهارم خارجی رو هم در ترکیب بذاره از او استفاده میکرد، چرا که رودریگو تکسیرا هم کارنامه قابل قبولی داشته با یه گل و یه پاس گل در دو بازی خودش بعد از نیم فصل. یک بار دیگه محسن خلیلی، خودش در بین دو مدافع، موفق فرانک آتسو. نیکبخت، او هم میاد مخل کار سعید خانی بشه و منبینی با سوت خودش توپ رو از آن پرسپولیس اعلام میکنه. خبر خوب برای پرسپولیسی ها این هست که حسین کعبی هم قراردادش رو با پرسپولیس به ثبت رسونده و مطمئنن از بازی های آتی خواهد تونست در ترکیب این تیم بازی بکنه. جورج آراندای پاراگوئی هم که روی نیمکت نشسته و اجازه بازی براش صادر شده. عباس آقایی ضربه رو خواهد زد به صورت کوتاه. کریم باقری و عکس‌العمل شهاب گردان، چه ضربه‌ای رو زد کاپیتان پرسپولیس و چه عکس‌العملی نشون داد دروازه‌بان جوان ابومسلم شهاب گردان. باز هم از دست چپ خودش به خوبی استفاده کرد. نوری به روی دروازه، یه بار دیگه از راه دور، اما این بار اصلا ضربش خوب نبود. کریم باقری که اگر شوتا در واقع توپا رو پاش خوب بچسبه، شوتای منحصر به فردی رو میزنه، هافبک آذری تیم پرسپولیس. ابومسلم در 6 بازی اخیر خودش 5 برد داشته و فقط 1 شکست، اون هم به تیم برق با نتیجه 1-0. و جالب اینجاست که پرسپولیس هم در 6 بازی اخیر خودش فقط 2 برد داشته که یکیش مقابل برق بوده یکیش و یکیش مقابل نفت، اون هم با نتیجه 1-0. بادامکی، سعید چاهجویی، بخش سعید خانی بود که توپ رو فرستاد و نهایتاً پرتاب برای پرسپولیس. باقری توپش رو میزنن. حسین کریمی تکروی و جواب نمیده. آتسو
چیس به دنبال توپ. با تقسیم امتیازات سپاهان هم یه امتیاز میگیره، به هر حال پنج امتیاز اونها رو هم کسب بکنیم سباباتری بالاتر از سپاهان، اگر پنج امتیازشون رو فعلا کسب نکنیم سپاهان دومه و سباباتری سوم. سپاهان به روایتی 38 امتیازی است و به روایتی حالا 33 امتیاز با کسرم پنج امتیاز. سباباتری هم 35 امتیاز داره، پیکان با یک امتیازی که گرفت 26 امتیازی شد. سه امتیاز این بازی اگه برای ابومسلم بمونه میتونه باعث رشد یه پله‌ای اونها در جدول هم بشه و برن بالا دست استقلال اهواز قرار بگیرند. اما هنوز زمان زیادی تا پایان بازی باقی مونده. نوری بعد پژمان توپ رو میفرسته روی تیر دو، یه لحظه کم آورد گردان و این توپ که باز هم درون دروازه قرار نگرفت. فرزاد آشوبی این بار ناکام بود. یک بار دیگه ببینیم، پژمان نوری توپ رو فرستاد، عکس العمل شهاب گردان و توپی که به تور پشت دروازه اصابت کرد از فرزاد آشوبی. تا به اینجا که 28 دقیقه از بازی گذشته سرمایه هوا را اصلا متوجه نشدن تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی. سپهر حیدری، شیس، یک بار دیگر سال توب، یه ضربه سر عالی کار میکنه گردان. این گونه پیش بره چه روزی خواهد داشت شهاب گردان. محسن خیلی هم بدشانسه که اینقدر خوب داره دروازه‌بانی میکنه شهاب گردان. اعلام خطا پشت محوطه جریمه. ناصحی خطا رو مرتکب شد، بلافاصله داور به محبت نزدیک میشه. ببینیم این ضربه سر خلیلی دیگه، ببینید با دست راست در چه شرایطی چه واکنشی نشون داد شهاب گردان. بازم فشار حملات پرسپولیس، ضربه آزاد برای این تیم. محسن خلیلی هست و پژمان نوری. این چهار رومین شوتی است که دروازه ضربه ایست که به سمت دروازه زدند و حالا پنجمیش هم در راه است. موقعیت خطرناک هم پرسپولیس چهار تا داشته، ابومسلم یکی، که البته اون تک موقعیت ابومسلم تبدیل به گل شده. اما ده 15 دقیقه ابتدایی به هر حال ابومسلم خوب کار کرد. حالا خلیلی مستقیم به سمت دروازه، توپ در چارچوب نیست. توپ رو فنی و خوب زد، از روی دیواره دفاعی هم عبور داد اما در چارچوب دروازه گردان قرار نگرفت. سپهر حیدری، آتسو، باقری، خود کریم برای بادامکی. مرکز زمین سعید خانی، در رفت و برگشت خود خانی 30 دقیقه، ابومسلم 1. گل دقایق آغازین ایوان پتروویچ برتری 1-0 رو برای تیم مشهدی در تهران رقم زده. همین چهره ایوان پتروویچ زننده تک گل مسابقه. چاهجویی، حالا جالب اینجاست که هوادار پرسپولیس محمد نصرتی رو
مورد لطف و محبت خودشون قرار میدن، مدافعی که بل اجبار به خاطر اخراج در بازی قبل از این دیدار محروم هست. پرویز مظلومی به کنار زمین میاد تا توصیه های لازم را انجام بده. نقش تحول آفرین او رو در ابومسلم نمیشه نادیده گرفت. بلند به روی دروازه، یه ضربه سر و توی دروازه ابومسلم 2-0. عرفان اولروم نشون میده که به هر حال گل زدن به پرسپولیس رو خوب بلده. حساب کار 2-0 میشه. یک بار دیگه ببینیم این ضربه سر از عرفان اولروم، و بعد از مدت ها اولروم یه گل برای تیمش میزنه. ایوان پتروویچ این بار ساخت و به این ترتیب با ضعف قلب خط دفاعی پرسپولیس در زدن ضربه سر اول اولروم نواخت. عرفان اولروم مهاجم گلزن و مسلمان شده تیم فوتبال ابومسلم، مهاجم نیجریایی که خوشحالی رو به اردوی ابومسلم شاید بیش از گل اول آورد، چون یه اختلاف 2 گله رو ایجاد کردن و کار رو برای پرسپولیس سخت‌تر. حسن رودباریان رو هم روی نیمکت می‌بینیم که اون نشسته تا فرشید کریمی دروازه‌بان اول تیم باشه. به هر حال مهدی واعظی هم علی‌رغم این که میگفتن آسیب دیدگیش خوب شده، اما به هر حال در ترکیب 18 نفره این بازی قرار نگرفت. توپو دور میکنه شهاب گردان، پرسپولیس کارش سخت‌تر میشه. عباس آقایی، سال گذشته بازی اونها در این ورزشگاه پرگل از آب در اومد، 4-3 به نفع ابومسلم. نیکبخت به روی دروازه، پژمان نوری یه بار دیگه در برگشت. باقری، اتسو، یه لحظه تعادلش به هم میخوره، فرصت برای پرسپولیس هست، یه موقعیت، حالا باید بزنه تو سر توپ، میخواد بزنه توی محوطه جریمه و فرصت این کارها نیست برای عباس آقایی. پرسپولیس شاید موقعیت‌های بیشتری داشته، شاید که نه حتما، اما ابومسلم هوشیارانه بازی کرده و از 2 موقعیت 100% خودش 2 گل ساخته. پرسپولیس هرچه زده به در بسته خورده. ایوان پتروویچ حالا ناراحت به روی زمین هست، بازی هم دنبال میشه. باقری، آشوبی، آقایی درون محوطه جریمه، یک بار دیگه این ضربه. داشت یه ضربه فنی رو روانه دروازه حریف میکرد که گردان توپ رو گرفت. بالاخره شهاب گردان به داده ایوان پتروویچ میرسه. ایوان پتروویچ ناراحت هست. حساب کار 2-0 به نفع تیم ابومسلم. ما یه اسخای به شما بدهکاریم، گل رو فرانک آتسو مدافع تیم ابومسلم زده بود، نه دنی اولروم یا عرفان اولروم.
البته توی تصویر آهسته گل که نشون دارن یه لحظه اینگونه به نظر رسید که شما 25 ضربه سر رو زد، اما به نظر میرسه که فرانک آتسو مدافع پیشتاخته ابومسلم گل رو برای تیم میهمان به ثمر رسونده باشه. اما به هر حال حساب کار 2-0 به نفع این تیم هست. در میانه میدان شیس رضایی اولروم سعید خانی به هر ترتیب از توپ رو به فرشید کریمی میرسونند. پژمان نوری مرکز زمین توپ فرزاد آشوبی رو میگیرند. نوری یک و تنها به دنبال توپ، حالا نامجو مطلق برای لحظات اومده کنار زمین به عنوان دستیار آقای مظلومی تا توصیه‌های لازم رو انجام بده به بازیکنان تیمشون. مجید نامجو مطلق بازیکن بزرگ فوتبال کشورمون در دهه 70، سابقه بازی در هر دو تیم استقلال و پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون رو هم داره. هافبک تکنیکی با پا به توپ بسیار خوب و عالی که حالا فرصت حضور روی نیمکت یه تیم لیگ برتری رو به عنوان دستیار پیدا کرده. ایوان پتروویچ از سمت چپ خیلی راحت توپ رو میارن، بر نمیگردن بازیکنان پرسپولیس. سپهر حیدری شیس حرکت از سمت راست، موقعیت برای نیکبخت، رو به عقب شیس رضایی به روی دروازه و دستای شهاب گردان توپ رو جمع میکنه. قطبی هم یک لحظه از کنار زمین جدا نمیشه و داره همچنان اونجا توصیه ها رو انجام میده. این اصل که ظاهرن مربیان بعد از تذکر منطقه فنی رو باید ترک کنن و به روی نیمکت برگردن یه مقدار مقبول مونده و مثل اینکه کمتر رعایت میشه. هر دو مربی برای دقایق طولانی روی منطقه فنی ایستاده بودند. آقای قطبی هم همچنان حضور داره. توپ رو شهاب گردان یک بار دیگه باید آغاز بکنه. دو تیم 26 بار با هم بازی کردن که 15 بار پرسپولیس برده، 4 بار ابومسلم و 7 بار هم مساوی شدن. 42 گل تیم تهرانی زده و 24 گل تیم خراسانی. در این سمت اولروم به دنبال توپ بود اما توپ رو راحت به دروازه‌بانشون میرسونه. تماشاگران پرسپولیسی هم یه مقدار کم حوصله شدن و از نتیجه راضی نیستند. پژمان نوری یه حرکت خوب، باسینو توپ رو مهار میکنه، میخواد بفرسته به روی دروازه که به نظر توپ قبل از اینکه بفرسته خط ارضی زمین رو عبور کرده بود و به بیرون رفته بود. پژمان نوری دست خالی برمیگرده. 5 دقیقه به پایان نیمه اول این دیدار. آقای علیرضا یزدانی‌فر کمک داور دوم این مسابقه اون سمت پرچم زد. اسماعیل بابولی داور چهارم هست. آقای صادقی جو هم از پیشکسوتان داوری کشورمون ناظر داوری این دیدار. دیداری که آخرین بازی هفته 20 این رقابت هاست. یه بار دیگه ایوان پتروویچ یه موقعیت، تک به تک اولروم توپ رو میفرسته روی خط، برمیگردونه باقری.
یه بار نتونست رو خط این کار رو انجام بده ولی بار دوم توپ رو حالا برگردونده. یک بار دیگه صحنه رو باید به اتفاق ببینیم. اولروم توپ رو زد و باقری روی خط توپ رو برگردون. به نظر نمیرسه که از خط عبور کرده باشه. در این سمت حالا ضربه دروازه رو گردان خواهد زد. جالب اینجاست که آقای نامجو مطلق و آقای مظلومی احساسشون این بود که توپ از خط گذشته بوده ولی اینگونه نبود. تصویر آهسته این رو کاملا نشون میداد. اولروم خب یک بار دیگه ممنون از دوستانمون از این زاویه. به هر حال یه پای خود باقری هم بیرون از خط بوده. اجازه بدید که حالا بعدن به طور دقیق‌تر روی بحث کارشناسی اظهار نظر بشه، اما خب اینگونه برمی اومد از این نمایی که ما داریم می‌بینیم. نبی الله باقری ها بازیکنی که روبروی عرفان اولروم داره بازی میکنه، زمانی با هم در پاسارگاد هم بازی بودند، اما زوج باقری ها و سپهر حیدری هم این بازی نتونسته جواب مناسبی بده به خواسته های آقای قطبی. حالا این پنجمین بازی پیاپی هست و در این پنج بازی تا به اینجا 8 گل رو دریافت کرده پرسپولیس. یه بار دیگه حرکت از سمت راست، یک ضربه مستقیم گردان و کورنر. وحید عسکری توپ رو زد حالا پژمان نوری توپ رو میفرسته روی تیر یک. پرتاب رو وحید عسکری انجام خواهد داد. 2 دقیقه به پایان بازی، کمتر از 2 دقیقه، احتمالاً 1-2 دقیقه وقت تلف شده همین نیمه داشته باشه. خلیلی عسکری توپش رو میزنه، خطای وحید عسکری اعلام شده. بلافاصله خب آیمون بینی اشاره میکنه که باید توپو بکارن و ضربه رو بزنند. بادامکی چیس پتروویچ بادارم لحظاتی توپ رو دور کرد. آتسو یک بار دیگه آتسو توپ رو بر میگردونه. توپ پژمان نوری در این سمت، سعید خانی است که توپ رو دور میکنه. آشوبی یه بار دیگه 1-2 تک به تک با دروازه‌بان داشت میشد. شیس رضایی همچنان فرصت هست برای پرسپولیس. اصلا موفق نبوده شیس رضایی در 45 دقیقه اول این مسابقه. و شهاب گردان بلند به زمین حریف. اولروم خودش موفق، پتروویچ هم هست، تک به تک با دروازه‌بان. اگه بتونه ضربه رو بزنه سعی میکنه در این سمت داره توپ بخواد، توپ رو میفرسته برای حسین کریمی و این ضربه یک کلاس اشتباه عجیب فرشید کریمی و توی دروازه ایوان پتروویچ حساب کار رو 3-0 میکنه. یک نتیجه عجیب. حالا در 45 دقیقه اول نتیجه 90 دقیقه بازی رفت رو تا به اینجا جبران کردند. در برابر تیم پرسپولیس ایوان پتروویچ اشتباه ابتدایی
فرشید کریمی و توپی که به این ترتیب تبدیل به گل سوم شد. یه بار دیگه ببینیم این توپ گرفتنش اصلا کاری نداشت که فرشید کریمی اون رو تبدیل به یه پاس گل به ایوان پتروویچ کرد. حالا به استثنای گل دوم، روی گل اول و سوم اشتباهات بازیکنان پرسپولیس هم نقش اساسی ایفا کرد. ابومسلم 3 پرسپولیس 0. لحظات پایانی بازی است. ضمن اینکه دارید میبینید شما صحنه رو، 1 و 2 در این سمت خیلی سعی میکنن که از قلب دفاع ابومسلم حملات خودشون رو تحریزی بکنن. یک کورنر رو به هر ترتیب گرفتند. پتروویچ 2 گله میشه در این مسابقه. آشوبی پژمان نوری کریمی و اینجا سوت پایان این دیدار. برتری 3-0 ابومسلم در برابر پیروزی در 45 دقیقه اول. تا شروع نیمه دوم از خدمت شما عزیزان مرخص خواهیم شد، ضمن اینکه احتمالاً آمار مسابقه